گلایه های هایده کاشانی، مادر زنده یاد شهرام کاشانی. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریش و لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بانو هایده کاشانی بعد از چند روز از 40مین روز درگذشت فرزند دلبندش زنده یاد شهرام کاشانی با انتشار 2 پست اینستاگرامی این چنین نوشت: با درود بر شما عزیزانم، شما عزیزانی که با هر نسبت آشنایی، دوستداران، دوستان، فامیل و کسانی که از شنیدن این خبر، این حادثه دردناک به دلداری من هایده کاشانی، یک مادر تک فرزند از دست داده آمدید و از طریق فضای مجازی، تلفن، پیامک و یا دیدار با مهر خود من را تنها نگذاشتید و با من همدردی کردید و عزیزانی که از این خبر متاثر شدید. روی سخنم با شماست، چون می توانم با شما سفره دل رنجیدم را باز کنم و از نامردی ها بگویم، از جاه طلبی ها بگویم، از کسانی بگویم که برای منفعت خود حقایق را زیر پا می گذارند، برای سودجویی شخصی دروغ می گویند، برای بالا بردن خود داستان می سازند و سعی در تحقیر دیگران می کنند. از اینجا شروع می کنم که من تنها مادر شهرام، بلکه طرفدار شماره 1 این هنرمند هستم. می خواهم روزهایم بیشتر با بیاد آوردن خنده های کودکانه او تا آوازهای زیبای او بگذرد. آن روزهای شیرینی که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. می خواهم سوگواری کنم، گریه کنم و با خود باشم، ولی این آزادی از من سلب شده. عده‌ای که لاف رفاقت می زدند یا با شهرام در رقابت بودند برای سودجویی های مالی، شهرت یا به هر بهانه شخصی دیگری، به شخصیت و روش زندگی او حمله کرده و دست و پنجه نرم کردن او با مشکل الکل را باعث خاری او می کنند. کمان که شهرام این مشکل را همیشه بی‌باکانه در همه رسانه اعلام کرده بود و در تلاش بهتر زیستن و دوری از آن بود. همینطور عده دوستنما با ادعای دوستی با او را تحقیر می کردند. اینان زبان گفتن خوبی ها را ندارند. اگر شهرام با آنان درد و دلی کرده و یا رازی را در میان گذاشته، اینان با شکستن حرمت دوست آن را بازگو می کنند. شرم بر این نارفیقان که دم از رفاقت می زنند. شهرام دیگر در بین ما نیست و دستش از این دنیا کوتاه است. باید از او طلب بخشش کنند. چگونه به خود همچین اجازه می دهند؟ اینها از هیچ دروغ و تهمتی نمی گذارند. حتی به من، دخترم مریم، مژگان گمرکی نازنین، برای همگی، برای آوردن پیکر شهرام به آمریکا و تدارکات خاک سپاری و همینطور شیرزاد عزیز که در آمریکا به ما پیوست تا مراسم هرچه با شکوه‌تر انجام شود، حمله های بسیار شدیدی کرده و در صدد بدنام کردن بی‌حرمتی ما در آمدند تا اعتبار انجام تمامی این زحمات رو بر عهده خود بگیرند. یک بار دوست شهرام شدند و اشک تمثال ریختند. واقعا که باید به اینان جایزه اسکار داد. اینان یا میکروفونی دارند یا میکروفونی با آنها داده می شود تا از این حادثه دردناک منافع مالی ببرند و غرایز شخصی خودشون رو دنبال کنند. ولی این کار جز بی آبرویی و بی اعتباری چیزی براشون نداره. من مدتی را برای دوری از این افراد و کرده هاشان نیازمندم تا شاید درد دل رنجیده ام کمی کمتر بشه و بتونم حقیقت ها را بازگو کنم و پرده از تمامی گفته های نادرست بردارم. احتیاج به زمان دارم تا به اعصاب خود مسلط شوم، تمام مدارک را جمع آوری کنم و با شما مشارکت کنم. گفتنی است که تمام پیام های پرمهر شما از هر طریقی به من میرسد در هر زمانی و باعث دلگرمی منه. شما عزیزان که شما را تک تک به اسم نمی شناسم، خانواده بزرگ من هستید و به عنوان فرزندان و فامیل خودم به شما احساس نزدیکی می کنم. از اینکه در این قسمت زندگی من که بسیار سخت و طاقت فرساست در کنارم هستید سپاسگزارم.
امید آن دارم که بتوانم با مشارکت خاطرات خوش شهرام عزیز با شما در آینده زندگی او را جشن بگیریم و یادش را با شادی گرامی داریم. همچون او که با آهنگ‌های زیبایش برای ما شادی به ارمغان می آورد. در آخر می خواهم از مریم دختر عزیزم و همسرش کیوان نازنین که در این ایام سخت روزها و خیلی شبها در کنار من بودند و برای آوردن پیکر شهرام از ترکیه به آمریکا با اشخاص مختلفی در بیمارستان، ادارات و سازمانهای مختلفی در ترکیه و آمریکا تماس گرفتند و تدارکات خاکسپاری را بر عهده گرفتند تشکر کنم. از جمله مریم هوشور، کیوان بابازاده، وارتان آوانسیان، شهبال شهپره، شبکه مناتو، شبکه وا فارسی و علی حسین زاده، پاکسیما زکیپور و بسیاری از همکاران و دوستداران نزدیک شهرام عزیزم. همچنین بعد از این پست اینستاگرامی جنجالی مادر شهرام کاشانی، فن پیج شهرام هم با انتشار یک کامنت این چنین نوشت: هایده جان عزیزم، مادر داغ دیده، هیچ کس نمیتونه محبت شما رو و وفاداری شما رو زیر سوال ببره. من دوست و خواهر شهرام بودم و همینطور دختر شما. من تمام لحظه به لحظه ها را کنار شهرام زندگی کردم و از تمام اتفاقات زندگیش با خبر هستم. من از زمان ازدواجشون با مریم عزیزم و بعد مریم جان و تمام سفرهاشون و دوستانشون خبر داشتم و هر لحظه با شهرام جان در ارتباط بودم. تمام درد و دلهاشو مو به مو به یاد دارم. هیچ کس نمیتونه الکی ادعا کنه که دوست و یار شهرام بوده. این ادعاها همگی از سمت من فاش خواهد شد. من همونطور که سالها پشت شهرام بودم، پشت شما هم خواهم بود. من با چشمم دیدم که چجوری به شهرام میرسید و من و باقی بچه‌ها که دوست شهرام بودن دیدن که زمانی که شهرام کنار شما در بودروم بود چقدر شاد بود و امید به زندگی داشت. زمانی که از شما جدا شد و به استانبول رفت، جلوی بچه ها لایف گرفت و بغض کرد و گفت کاش پیش مادرم میموندم. همه دیدیم و همه شنیدیم. ما کور نیستیم و ما کر هم نیستیم. ما کنارتونیم و مطمئن باشید خدا کسانی که هدفشون عذاب دادن شماست رو نمیبخشه. این هم صحبت های فن پیج شهرام کاشانی خطاب به هایده کاشانی مادر شهرام بود. اما بیشتر صحبت هایده کاشانی خطاب به کامبیز قربانی و سامان و بهزاد بلور بود. چند روز پیش کامبیز قربانی فرزند خونده هایده کاشانی که قبلا خانم هایده کاشانی با آقای محمود قربانی ازدواج کرده بودند، کامبیز هم در کنار اونها مدتی زندگی میکرد و خب مثل برادر بود با شهرام و بچگیشون رو تقریبا با هم بزرگ شدن. کامبیز قربانی در مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد من شنیدم از اینکه پیکر شهرام رو دیر آوردن به آمریکا، علتش این ویروس نبود. علتش یه چیزایی بود که خب مادرش نخواست راجبش حرفی بزنه و پنهانش کردن از مردم. یه مسائل دیگه‌ای بود که نمیذاشتن پیکر شهرام از ترکیه به آمریکا بیاد که به خاطر همین آوردنش زمان بر شد. و سامان هم یکی از خواننده های پاپ کشورمون در ابتدای فوت شهرام کاشانی با انتشار یک ویدیو اومد گفت مادرش در حق شهرام بیوفایی کرده، اونو ترک کرده، بهش نرسیده، اونو اصلا رها کرد و ازش هیچ خبری نداشته. بهزاد بلور هم گفت اصلا مادرش نمیدونست بچهش کجاست و از بیمارستانم تماس گرفتن نتونستن مادرش رو پیدا بکنن و کلن باش قطع رابطه کرده بود. و همه این شایعات قلب بانو هایده کاشانی رو به درد آورده. دوستان عزیز، اگر این ویدیوی ما رو دوست داشتید و اگر دوست داشتید باز هم از حال و روز بانو هایده کاشانی بیشتر بدونید، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه تیوی پلاس رو لطفاً سرچ کنید و وارد کانال ما بشید و زیر این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون کامنت بذارید و در نهایت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و
و با عضویت در کانال ما جز اولین نفرها از دنیای هنرمندان باشید و لطفاً لینک این ویدیو و کانال ما و ویدیوهای قبلی ما رو برای دوستانتون در فیسبوک و همچنین توییتر و سایت‌های مختلف لطفاً شیر بکنید. کانال حاشیه تیوی پلاس جدیدترین ویدیوها از دنیای هنرمندان رو به شما ارائه خواهد داد.